این نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که مهاجرت می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد. خب دوستان عزیز، در هتل دی ادرس مونتگومری هستیم و درباره علل عقب ماندگی و وضعیتی که کشور ما داره صحبت می‌کردیم. این نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که مهاجرت می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد. مهاجرت چینیان به امریکا و کشورهای اروپایی باعث انتقال گسترده تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به سمت کشور چین شد. به همین صورت انتقال تکنولوژی، مثلا تکنولوژی نیمه هادی ها، از کشور امریکا و به طور مشخص از ایالت کالیفرنیا به تایوان موجب شد که امروز تایوان شاید قطب اصلی تولید برخی از انواع میکروپروسسور و برخی از انواع پیشرفته چیپ های کامپیوتری باشه. خب اینها درس هایی برای ما داره که اگر ما ارتباط خودمون رو سعی کنیم با ایرانیان خارج از کشور حفظ کنیم، چه بسا که در آینده بتوانیم از مواهب در واقع مهاجرت این ایرانیان برخوردار بشویم. ولی متاسفانه واقعیت این است که در چند دهه گذشته دافعه کشور ما نسبت به عزیزان ایرانی خارج از کشور بیشتر از جاذبه بوده است. امیدوارم روزی برسی که فرایند برخورد، نحوه برخورد با ایرانیان تغییر کند. خود من وقتی که پس از سالها به ایران بازگشتم، تا همین امروز از من میخواستن که توضیح بدم که چرا به کشورم بازگشتم، به کشور خودم چرا بازگشتم. و البته من متوجه میشم آن ذهنیتی که شاید در ادعا بسیار انقلابی و ارزشی باشه، اگر پاش برسه و از کشور خارج بشه، همینطور که موارد متعدد بنده خودم شاهد بودم، متاسفانه اینطور هست که برخی از این افراد هیچ وقت دیگه به کشور باز نگشتند. اینها واقعیت هاییست که در کشور ما متاسفانه شاهد بوده ایم. بنابراین توصیه اکید دارم که از هر دو طرف، هم ایرانیان خارج از کشور قدر مام وطن رو بدانند، سعی کنن که بر سرنوشت کشور تأثیر بگذارن، سعی کنن انتقال دانش و تکنولوژی و اندیشه و سرمایه بدهند، و از طرف دیگر دولت باید شرایط رو فراهم کنه که این ایرانیان حداقل تضمینی رو دریافت کنند که اگر زمانی همکاری با کشور داشتند یا سرمایه گذاری در کشور کردند، دچار حادثه و دچار مشکل نشوند. برای این منظور اولین مسئله این هست که باید پایه‌های حقوق مالکیت در کشور ما تقویت بشود. متاسفانه در چند دهه گذشته حقوق مالکیت در کشور ما تضعیف شده است. از انقلاب سفید، قبل از انقلاب، تضعیف حقوق مالکیت شروع شد. فرایند نیروهای مارکسیست و چپ که اعتقادی به حقوق مالکیت نداشتند، متاسفانه باعث شد که روند تضعیف حقوق مالکیت در کشور ادامه پیدا کنه. و بعدها هم پس از انقلاب، متاسفانه در بسیاری از اوقات ما متوجه نبودیم که اگر حقوق مالکیت افراد رو سلب میکنید، ممکنه در کوتاه مدت شما دارایی کسب کرده باشید، ولی در بلند مدت متاسفانه باعث تضعیف اقتصاد کشور خواهید شد و همه متضرر خواهند شد. باز بیشتر خدمتتون در این موارد توضیح خواهم داد.